ببینید همونطور که شما گفتید، من فکر میکنم توی این شرایط سنی ازدواج بیشتر یه همراهی و یه در واقع رفاقت معنی میده. خیلی فرق میکنه با وقتی که آدم توی دهه 20 ازدواج میکنه و یه چیزای دیگه است. و این همینطوری هم معتقدم که همه ما شایستگی زندگی خوب رو داریم، هم من، بچه ها و ایشون. از طرفی هم خب تو چیزی که باز حالا چقدر میشه اون چیزایی که تو کتاب و نمیدونم این چیزا هست آدم اپلای کنه تو زندگی خودش، میگن هر ارتباط یه فرم، یه استورم، یه نرم، یه پرفورم. حتی مثلا تو بحث مدیریت پروژه هم همچین چیزی داریم که وقتی یه جای شکل میگیره اولش به هر حال طول میکشه تا این نرم بشه و بعدم این بتونه جواب بده. حالا یا مثلا از بذارین حالا اصلا 10 تا خوبی نه، از 10 تا خوبی 2 تا رفتار غلط باشه، این ارزش به نظر من بهبود و اصلاحش رو داره. نه به نظر من داره، ولی خب مهم اینه که در اون مسیر حرکت کنید. ببینید عزیز، یه زمانی است من میبینم ما مسائلمون به تدریج حل میشه، به قول شما به مرحله میرسه که حالا اختلافات و اشکالات کمتر و کمتر و کمتر میشه. یه زمانی است که با گذشت زمان داره بدتر و بدتر میشه. این یک. دوم، انگیزه و پشتش چیه؟ آیا واقعا اون انتظار و احتیاج و رضایتی که از این ازدواج بود الان هم هست یا اونم کاهش پیدا کرده؟ چون موضوع تو این زمینه بسیار مسئله پیچیده‌ایه. من وقتی عرض میکنم روزی که من دوتا بچه دارم و میرم توی ازدواجی، من مثل آدمی میمونم که به جای دوتا دست 4 تا دست دارم. میتونه مفید باشه ولی غیر عادیه، مسائلی رو به وجود میاره.